خب به نام خدا جلسه هفت رو شروع میکنیم. یه مقدار از بحثایی که جلسه پیش داشتیم موند از تیکه های آرنه، اونا رو سریع میگم که برسیم به reinforcement learning که یه عالم اسلاید داریم و یه کدم دیپ کیو لرنینگ هم باید کد کنیم. خاطر همین سریع رد میشم از مباحثی که توی آرنل داشتیم و جدیدتر هستن. اوکی، خب گفتیم که ما یه سری مدل ها داریم، مثل مدل هایی که میخوایم وان تو منی باشه، منی تو منی باشه یا منی تو وان باشه و غیره، که نمیتونیم با استفاده از نورال نتورک های معمولی که تا الان یاد گرفتیم پیاده سازیشون بکنیم. به خاطر همین رفتیم سمت recurrent network ها. character level language model هم نشون دادیم که چجوری سمپل میکنیم، چجوری تستش رو میگیریم و غیره. بعد از این مباحث رفتیم LSTM رو توضیح دادیم. گفتیم LSTM سه تا گیت داره عملا، که سومیش رو چهارمیش رو هم بچه‌های استنفورد اسمش رو گذاشته بودن گیت. ما هم با همون کانونشن جلو رفتیم، انواع گیتاشو گفتیم که چرا استفاده میشه، فورگیت گیت و اینپوت گیتشو گفتیم که فورگیت گیت برای اینه که سل قبلی چه مقدار از سل قبلی میخوایم اطلاعاتش رو داشته باشیم یا میتونی فیلیپ کنیم بگیم از دست بدیم. اینپوت گیت هم میگفت که چه مقدار از اطلاعات جدید رو میخوام به سیستم به سلم اضافه کنم. آوتپوت گیت هم که میومد هیدن استیت رو برام مشخص میکرد. نشون دادیم که گرادیان به راحتی بدون که هیچ برای اتفاقی بیفته از لایه‌های بسیار دیپ میتونه برگرده به لایه‌های ابتدایی و اینو آپدیت بکنه. دلیلی که از LSTM به جای وانیلا آرنن استفاده می‌کردیم یا آرنن معمولی این بود که از چی جلوگیری کنیم؟ Vanishing gradient. گفتیم exploding gradient رو میتونیم کلیپ بکنیم، بگیم مثلا از یه حدی بیشتر شد، اوکی من کلیپ میکنم تا همین رنج نگه میدارم. ولی vanishing gradient رو نمیتونستیم کاری بکنیم، به خاطر اینکه کلا اومدیم چیکار کردیم، معماری رو عوض کردیم، رفتیم سمت LSTM. خب بعدش رفتیم توی کاربرد های آرنه. گفتیم که به شدت توی NLP کاربرد داره، چرا که NLP همون بحث سیکونس رو خیلی تو خودش نشون میده. یکی از کاربردهاش قبل از این گفتیم کاربردش تو داده‌های سری زمانی بود که با این مثال پیاده کردیم توی داده‌های استاک که چجوری روی سری‌های زمانی میتونه نقش فوق‌العاده خوبی داشته باشه، یعنی اصلا متحرک سری زمانی ها رو با این که اومد تأثیر گذشته در آینده رو مدل کرد. آره، بعد رفتیم سمت NLP و نشون دادیم که میتونیم توی تکست جنریشن، نمیدونم ایمیج کپشنینگ و بلا بلا ازش استفاده کنیم. رفتیم یه مقدار جلوتر، یه مقدار دیپتر وارد مسئله شدیم، دیدیم که استفاده کردن از وکتورهای وان هات مشکل به وجود میاره برای سیستم، به شدت اسپارس میشه و دایمنشنشون هم خیلی بزرگه گفتیم، و هیچ مفهوم و معنای خاصی هم توی وکتورها نیست و کار یادگیری برای مدل سخت می‌کنه. نشون دادیم که میتونیم از بورد امبیدینگ ها استفاده کنیم. بورد امبیدینگ ها اینجوری بودن که میومدن کلمات رو فیچرایز میکردن، یعنی میومدن برای هر کلمه یه سری فیچرهای خاصی رو یاد میگرفتن و اون از این فیچر، از این وکتورهای جدید که بورد امبیدینگ به ما میداد استفاده میکردیم توی یادگیریم. اگه سوال دارید بپرسید. اومدیم نشون دادیم که میتونیم وقتی که از بورد امبیدینگ ها استفاده میکنیم دنبال چیم؟ دنبال اینیم که وکتورامون به همدیگه یه رفتی داشته باشن، یه سیمیلاریتی بین وکتورها باشن. چرا؟ چون وانهات ها همشون یه شکلی بودن، یعنی دیستنسی که بین دوتا وانهات بود در هر شرایط یکسان بود، چه دوتا وانهات مثلا کینگ و کوین باشن، چه آرنج و اپل باشن، چه میدونم کوین و فشن باشن، مهم نیست که الان انتخاب کنید، دیستنسشون یکیه. نشده اینکه تو بورد امبیدینگ ما میخوایم که وکتورهای مختلف معنی مختلفی داشته باشه. اومدیم نشون دادیم که از سبکایی که برای محاسبه کردن سیمیلاریتی استفاده می‌کنیم، یکیش کوسن سیمیلاریتی که خیلی تو مقالات استفاده شده برای اینکه نشون بدم بورد امبیدینگی که ترین کردن سیمیلاریتی رو با خودش هم می‌کنه. یه نمونه‌ش هم که گفتیم سیمیلاریتی کینگ، رابطه‌ای که کینگ با کوین داره مثل رابطه‌ای که من با وومن داره، که اونم کدش رو نشون میدم بعد این. و در آخر یه مدل
ورد امبدینگ رو با هم ترین کردیم جلسه پیش. یه امبدینگ خیلی ساده که در حین این که می‌خواستیم نورال لنگویج مدلمون رو ترین بکنیم، در همون حین خودش ترین میشه. خب این تا جلسه پیش بود. سوالی دارین؟ سلام. سلام. ترین کردن به صورت انتون ترین میشه دیگه. شما به کام خود جواب دادی گفتم بورد نمیدیم چند تا ایت داره جدوله هست. خب یه جدوله، اون جدوله چجوری ساخته میشه؟ گفته که مثل چیه؟ مثل یه هیده لیگر یکی اون وسط هست، درسته؟ مثل یه فولی کانکتر، یه لیگر فولی کانکتر یکی اونجا گذاشتیم. این رو میتونیم مثل یه لیگر فولی کانکتر در نظر بگیری که مثلا دارمینشنش چقدره؟ مثلا 300ه، ما با 50 فکران جده رفت. با این یه بیتا این یا زر در این وانهاته میشه، وانهاته میشه تبدیلش میکنه به یه فولی کانکتر 300 تایی. مثل چی اگه بخوام بکشم؟ خب این بالا اگه بخوام بکشم، فرض بکنیم این وان هات همون باشن که دارن میان توی سیستم، مثلا این یکی از این یکی مثلا نشوننده اون کلمه است. این وان هات ها میان به یه چی وصل میشن؟ به یه هیدن لیر یک 300 تا دایمنشن داره و اینا همشون عددن. ما گفتیم که بورد امبدینگ چیکار میکنه؟ میاد وان هات همون رو تبدیل میکنه به یک وکتور کانتینیوس، اوکی؟ یعنی عدد. این وکتور اسپارسی که داشتم تبدیل کرد به یک وکتور کانتینیوس. خب گفتیم بر حسب مثال مثلا وکپ سایز اون چقدر باشه؟ 10000 تا باشه. 10000 تا باشه این شیپش چقدر میشه؟ 10000 تا میشه دیگه. اوکی. خب اگه در حین ترینینگ باشیم، یه بچ فرستاده باشیم، این میشه اندازه یه بچ سایز در یک 10000 تا. خب این اگه 10000 تا باشه، این طرف هم 300 تا باشه، یه سری ویتا هستن که اینا رو به صورت فولی به هم کانکت کردن و این ویتا یادگیری میشن، مثل ویتا معمولی که توی فولی کانکت داشت، یه سری ویتا معمولی هم یاد گرفته میشن. اون جدوله اون جدوله همین ویتان دیگه، درسته؟ چرا این ویتان؟ یکم فکر کن. چون ورودی من یه وان هات بیشتر نیست. خب این وان هات زرد داره ویت بشه، چه چیکار میکنه اگه بخوام برگردم آقا؟ اینجا نه بابا. اینا همون ویت ها که زرد داره وان هات میشه. تبدیلش میکنه به 300 تا. الان مثلا اینجا من 3 تا فیچر نشون دادم شما رو. خب یه نمونه با امبدینگ خیلی معمولی رو هم ترین کردیم. حالا امروز میخواییم ورد تو ویک و گلاو و ایمیج کپشنینگ و در آخر هم رینفورسمنت لرنینگ رو بررسی بکنیم. این ستای اول رو سریع میخوام پیش برم. یه مسئله که پیش اومد این بود که گفتم خب این مثلا امبدینگاشون میمدن چیکار میکردن؟ میمدن تو همون کانتکستی که داشتن ترین میکردن. اومدن گفتن که اوکی ما اصلا قضیه رو عوض بکنیم، فقط بورد امبدینگ رو ترین بکنیم، نه اینکه مثلا بر اساس یه مسئله بیم بورد امبدینگ رو ترین بکنیم. دوباره تو این بورد تو بک یه سری همون بحثایی که داشتیم و میگن که میخواستن دوباره تو بورد امبدینگ برن به سمتی که معنای کلمات رو در نظر بگیرن، یه سری لو دایمنشنالیتی ویتوری لو دایمنشن داشته باشن که مثلا 10000 تا نباشه، بر اساس مثلا 300 تا 400 تا باشه. حالا مثلا اونایی که دارن بورد تو بک های قوی تری میزنن مثلا ببینیم مثلا بعضیشون 400000 تا نمیدونم 600000 تا کلمه توکن دیستینگ دارن. اوکی 600000 تا یعنی که هر کلمتون رو باید با یه چی نشون بدید؟ با یه وکتور 10400000 تا نشون بدید که فقط یکیش دیگه که براش هست. گفتن که خب ما میخوایم که تشابه کلمات خودشون تو تشابه وکتورها نشون بدن. اینو دوباره دارم هم بحثایی که بردم بدیم تو خودش داره نشون میده.
بعدم گفتن که ما میخوام این کار باعث بشه که سیستم من جنرال‌تر بشه و بتونم راحت‌تر کلمات مختلف رو حل بکنم. خب این منظورمون همون مثالی که اونجا نشون دادیم، گفتیم که I want orange juice، یعنی که چیزی گفتیم، بعد گفتیم خب اپل جوس هم خیلی راحت‌تر میتونیم اینو یاد بگیریم، چرا؟ چون راحت اپل با هم خیلی شبیه. این دوباره همون بحثایی که تو بورد امبیدینگ داشتیم داره بررسی میکنه. بورد تو بک اومد دو تا الگوریتم برای ترین کردن بورد امبیدینگ ها اراره داره. یکی کانتینیوس بگ آف بورد، یکی هم اسکیپ گرام بود. کانتینیوس بگ آف بورد میاد میگه که شما بر حسن مثال یک کورپسی از سنتنس ها دارید، حجم عظیمی از جملات دارید، حالا میخواید اینو مثلا چیکار بکنید؟ بورد امبیدینگش رو به دست بیارید. بگا بورد میگفت که شما مثلا سنتنس به سنتنس بردارید یا ما رو همینجوری اسکیپ کنید برید جلو و همون کاری که توی امین قبلی انجام دادید. بیاید بگید که کلمه وسطش رو داشته باشید، کلمه وسطش رو تارگتتون برسونید، کانتکست دورش رو به بورد امبیدینگتون بدید، بعدش بخواید که این کلمه وسط رو براتون پیدیت کنید. اسکیپ گرام کاملا برعکسش رو گفت. گفت که کلمه وسط رو بدید، کانتکست رو بخواید. تو شکل شاید راحت تر برای تو درک بشه. شما فرض بکنید که ما سنتنس هایی داریم که 5 کلمه دارن از WTA منهای 2 تا WTA بلده 2. اوکی؟ 5 کلمه میشه. کانتیز بگا بورد گفت که من بورد امبیدینگ هم اونجوری ترین میکنم که بیام اگر کلمات کانتکست رو بهش بدم، تارگت رو به من پیدیت بکنم، سعی بکنم تارگت رو به درستی پیدیت. چرا این کار کرد؟ چون که خب قاعدتا توی متنی توی جمله کلماتی که به هم مرتبط هستن توی جمله میان دیگه، درسته؟ شما نمیتونی با دو تا جمله دو تا کلمه کاملا متفاوت مثلا یه جمله بسازی. ایدهشون این بود، ایدهشون این بود که میخواد برن سمت چی؟ سمت معنای کلمات، سمت اینکه کلمات رو طوری به هم نزدیک بکنن که بتونن هم معنی های خودشون رو پردیکت بکنن. اسکیپ گرام کاملا برعکسش رو گفت، گفت این هر دوتا ایده برای یه مقاله است، برای یه تیمه، یه تیم هر دوتا ایده رو دادن، هر دوتا ایده رو پیاده کردن. گفتن که خب ما تو اسکیپ گرام چطور بکنیم؟ تو اسکیپ گرام بیاییم هر کلمه رو با کلماتی که کانتکستش هست جلوتر و علاقتر اجاله با یه ویندوی مثلا اینجا ویندوش دور بتونه پردیکت بکنه. اسکیپ گرام اینجوری گفت، کانتینیوس بگ آف بورد اینجوری گفت که حالا دیتیل های پیاده سازیش رو باید برید توی مقالش نگاه. خب مثلا یه نمونه از کانتینیوس بگ آف بورد اینجوری را اگه یه سنتنس داشته باشه که دکت ساعت آن فلور میشه دکت و آن فلور رو برمیداریم و انتظار داریم که بورد امبیدینگ سطح رو بر من چیکار کنه خروج شده. اگه نتونه بده خب این قضیه چی میشه؟ لاس فانکشن ایجاد میشه، دوباره گرادینت میاد اینو ترینگش میکنه که بتونه تشخیص بده که مثلا یه همچین کلماتی باید به سر رفت بشه. سوال زیاد بپرسی؟ آرلی که میخوای نمیرسیم. شوخی کردم بپرس. بگو بگو. حالا این پورت امبیدینگ واسه یه سطح داره ترینگشه واسه کل کلماتی که داریم. اصلا جمله اینجا مد نظر نیست. ما میخوایم هر کلمه یه مفهومی داشته باشه. مثلا دیو و کت و فلان. ما داریم یه دونه ویت کلی داریم، این ویت کلی رو داریم ترین بکنم. تو اسکیپ گرام خب کاملا برعکسش میشه دیگه، یا همچین حالتی مثلا سخت رو داشته باشیم چهارتای بعدی. البته دقت بکنیم وقتی که من خیلی سریع رو میگم اگه دیتیلش رو بخواید باید بگید مقالش رو بخونید یا به دارگاهی که داریم رو بخونید. اینجوری نیست که مثلا سخت رو بدن بخوان که چهارتا رو پیدیت بکنم. صد تا میدن مثلا یه بار میگن که باید در رو پیدیت بکنی، یه بار مثلا میگن کت رو باید پیدیت بکنی، یه بار مثلا میگن فلا رو باید پیدیت بکنی. بعد در اساس اون، یعنی از اون جملاتی که تو کانتکستش هست سمپل میکنن و پیش میرن. بعد دوباره سر همین بحث اسکیپ گرامی که خیلی خوب جواب داد، یه دوباره یه مقاله دیگه ای کنه همین نیکالا با تیمش داد که فکر کنم نگتیو اسکیپ گرام بود یا همچین چیزی. مثلا میگفت سطح با فلور رفت داره، چرا؟ چون توی این جمله اومده. اوکی؟ اومدن این قضیه رو برعکس کردن، گفتن که اوکی سطح با فلور رفت داره، حالا یه چند کلمه دیگه اضافه کردن، گفتن مثلا سطح به پویا هیچ رفتی نداره، این باید یاد بگیره که سطح با فلور رفت داره ولی سطح به پویا رفت نداره. اینو مثلا تو مقاله بعدیشون اومدن اضافه کردن.
از اینا استفاده کردن، از این دو تا سه تا الگوریتم استفاده میکنن. یه سری ورد امبیدینگ هایی رو توی یه کورپوس های خاصی ترین میکنن. حالا شما توی مثلا تو همین بحث ریپابلیکی که با هم داشتیم میذاریم، میتونید از همین ورد امبیدینگ ها استفاده بکنید، یه امبیدینگ بهتری بر خودتون ترین بکنید، بعد بیاریدش توی شبکتون استفاده بکنید که نشون میدم حالا جلوتر. یه روش دیگه که بعد این ورد تو ویک اومد از سال 2014، این یه رویکرد دیگه ای داشت، ولی من واقعاش خیلی نرفتم توش، ولی اون طوری که دارم میگم انگار در حد هم آشوبرم، شاید با یه سری اثباتایی که توی سری جاها دیدم، انگار اینتویشنی که دارن یکیه. حالا فرق اینا اینه که گلاب اومد گفت که من فقط نمیخوام احتمال این که چند کلمه کنار هم باشن رو داشته باشم، میخوام مثلا اینو تعدادشو ببرم بالاتر، به جای اینکه دو تا کلمه رو در نظر بگیرم میخوام تعدادشو ببرم بالاتر. گفت که فرق بکنه مثلا من آیس و استیم رو دارم، دو تا کلمه که به هم ربط دارم، آیس میشه یخ، استیم میشه باز، مثلا منشونی آر بخار باشه، آب بخار شده، آیس میشه یا استیم میشه بخار. بعد اومد گفت که مثلا اگه شما آیس رو داشته باشید احتمال اینکه کنار آیس کلمه سالید بیاد چقدره؟ گفتم خب مثلا 2 ضرب لفظ منفی 4. احتمال اینکه کنار کلمه آیس گس بیاد چقدره؟ مثلا 6 ضرب لفظ منفی 5. قاعدتا سالید خیلی رفت داره به، یعنی یه چیز جامد، کلمه جامد اومدن کنار گس خیلی احتمالش بیشتر از اینه که گس بیاد کنار گس. اوکی. همین دوتا دوباره فرض بکنید برای استیم در نظر بگیرید. احتمالی که گس کنار استیم بیاد خیلی بیشتر از اینکه سالید کنار استیم بیاد. اوکی. بعد گفتم که ما حالا بریم این دوتا رو ریشوشو بگیریم، تقریبا ریشوشون چی میشه؟ بالا میشه. احتمالش بالا میشه. ولی از اون طرف اگه یک کلمه وجود داشته باشه که به هر دوتا ربط داشته باشه. این دوتا کلمه گفتم به یکی ربط داشت، به یکی ربط نداشت. درسته؟ گس به استیم ربط داشت. سالید به آیس ربط داشت. گفت حالا ما یک کلمه داشته باشه که به هر دوتا ربط داشته باشه، پروبابیلیتیش چقدر میشه؟ نزدیک به یک میشه. دوباره حالا یک کلمه داشته باشیم به هیچ کدوم ربط نداشته باشه، بازم پروبابیلیتیش نزدیک به یک میشه. از همین اطلاعات استفاده کردم. جان. احتمال چه بالای یک نه تقسیم کردیم دیگه. کدومو میفرمایید؟ احتمال بالای یک نداره که 3600 خب اون تقسیم دو تا احتماله، یه احتمال خالی نیست که، تقسیم احتمال این که واتر رخ بده وقتی آیس اومده، احتمال نیستن دو تا بالای احتمالن، پایینیا تقسیم دو تا احتماله. اوکی. اینو برای تست، اینو برای آره ایدئولوژیشون خاصه توضیح بدن، گفتن از این حالت هست میگه که کوارترنس پروبابیلیتی رو میخواد در نظر بگیرن، نه اینکه فقط پروبابیلیتی که این دو تا با هم رو با هم دیگه رو. اینا بعد اومدن رفتن جلو با استفاده از همینا اومدن به یه لاس فانکشنی به این سبک رسیدن که این اف میاد ویت میده اون چیزایی که خیلی رخ میدن و احتمالشون رو نمیذاره از یه حدی بیشتر بشه، اون چیزایی که کمتر رخ میده رو میگه احتمالشون رو برن بالاتر که مینین داشته باشه. اگه میخواد ببینیم به این لاس فانکشن چه درسته و اون بعد بره چیزش رو معاملش رو، ولی عملا یعنی هر جا گفته میشه اینه که لاس فانکشن خیلی ساده میسن با این ایده ها. بعد اینکه اومدن این لاس فانکشنش رو ترین کردن، یه مقایسه هم کردن با کانتینیوز بگ آف ورد و اسکیپ گرام علاوه بر اکیوریسی و زمان. دوباره یه سری مقایسه اینو تو مقاله خودش بود، یه سری مقایسه های دیگه من توی سری جان دیگه خوندم، این بود که شاید مثلا علاوه بر زمان گراف سریعتر باشه، ولی از اونجایی که ما از پری ترینینگ استفاده می‌کنیم زیاد برای ما مهم، شاید مهم نباشه که گلاب مثلا سریع تر از اسکیپ گرام داشته باشه، ولی خب من خودم عمدتا گلاب استفاده میکنم اگه بخوام چیزی استفاده کنم. سوالی دارید در مورد این ورد امبیدینگ ها؟ این ورد امبیدینگ ها فقط اومدن یه سری سبک های ایجاد کردن که ما چجوری این ورد امبیدینگ هامون رو جنرال تر کنیم، قوی تر کنیم، بهتر بکنیم. من خیلی سطحی توضیح دادم، اگه اطلاعات بیشتری میخواد تو بلاگ ها توضیحات زیاده، توی مقاله خودشون هم که کامل بررسی شد. خب ایمیج کپشنینگ رو با هم بررسی میکنیم، یکی از
با مادر این شدن دیگه بخش های باهایی که دو آرگانه ها داریم. ایمیج کپشنینگ چی کار میکنه؟ به نظرتون وقتی بهتون میگن ایمیج کپشنینگ چی میاد تو ذهنتون؟ توصیف میکنه ایسا. وقتی که داریم در مورد توصیف کردن صحبت میکنیم یعنی چی میگیم؟ یعنی ما باید یه تکستی جنریت کنیم. وقتی اصلا میگیم تکست جنریت آره نه. وقتی هم حرف از ایمیج میزنیم کامپلش رو. ایمیج کپشنینگ از دو تا تیکه تشکیل میشه. یکی کامپلشن یکی آره نه. تیکه آرنش میاد چیکار میکنه؟ تیکه آرنش میاد یاد میگیره که چجوری ترینینگ رو چجوری اون جمله رو بسازه. تیکه کامپلشنش هم که میاد اون ایمیج رو برای آرنن به فیچرهای که اون ایمیج تشکیل شده تبدیل میکنه میده به آرنن. آرنن یاد میگیره از این فیچر استفاده میکنه کپشنش رو تولید میکنه. سوال؟ بریم جلو ببینیم چی. فرض بکنیم ما یه همچین تصویر ورودی داریم. این طرف هم یک CNN داریم. باز هم دقیقه تو کنیم ما دیگه نمیم CNN رو ترین بکنیم. ما میریم از یه مدل پری‌ترین به صفحه بکنیم. در این نداریم CNN رو میریم ترین بکنیم. چرا؟ چون این مدل پری‌ترینی که کردم باید این قابلیت رو داره که مثلا این سری از اینجا اینجا دارم میخوام کپشنینگ روش انجام بدم رو پاسخگو باشه. اوکی؟ مثلا شما روی ایمیج نت نمیای کپشنینگ بزنید روی داده‌های پزشکی. میرید کپشنینگ بزنید روی همون داده‌هایی که با هم به اون ایمیج نت رفت داره دیگه. یعنی همون قوانینی که برای اینکه چجوری بیایم پری ترین مدل برای سینم انتخاب کنیم همون قوانین اینجا هم کار میکنه. خب مثلا همونجا میایم چیکار میکنیم؟ لایه آخر رو برمی‌داریم. FC 1000 رو برمی‌داریم. ایمیج نت 1000 که دستش رو بزنیم روی کانکت 1000 بود آخرش برمی‌داریم. بعد میایم چیکار میکنیم؟ میایم فیچر آخرش رو ورودی میدیم به سیستم آرنن. آرنن ما اگه یادت باشه قبلا ورودیش چی بود؟ HSFC بود ورودی میاد. فرض کنید اون رو گذاشتیم کنار، فیچری که ایمیج کپشن به من ورودی میده رو میدم به سیستم به آرنن. اوکی. دوباره آرنن ها از این تیکه بی آی اچ به بعد این همون قضیه چی میشه؟ همون قضیه که آرنن داشتیم. به آرنه میایم دوباره اینپوت میدیم، XSF میدیم که مطلقاً بهش کلمه استارت رو میدن که بهش بگیم که کپشنینگ رو استارت کن، شروع بکن به تولید کردن کپشن و همینجور جلو میدیم. بعد تنها فرقی که این ایجاد میشه ما قبلن این بار بانی به آرنه نه این آرنه معمولی LSTM نیست باشه برگاه میدنی خیلی CNN آرنه نه من این تیکه سمت راست گفتن که آرنن معمولی شکلی که وزنه که داریم نشون میده برای آرنن معمولی. حالا LSTM هم بذاری همین جواب میده. اگه بخوام مدل رو بگیم میشه آره دیگه CNN بعدش میره توی آرنن. ما این فیچری که از توی ایمیج میاد ضرب در یک وزنی میکنیم یه آیش. اون آیش منظورش ایمیجه، یعنی ضرب داره ایمیج میشه. بعد از اون دیگه سبکش کاملا مثل یه آرنن معمولیه. وای رو تولید میکنه، وای سمپل میکنیم میدیم میره جلو و همینجور پیش میره تا به کلمه اند برسه. اند توکن. حالا این اند توکن رو توی کانتکست های مختلف ممکنه مثلا چیزهای زیادی اسمای مختلفی داشته باشه. نمیدونم اند آف استیتمنت داشته باشه، EOS باشه و بلا بلا. اولش هم که عمدتاً استارت رو بهش میدن که میگن جنریت رو شروع کن. هر وقت هم که RNN رسید به این توکن end داد یا end of statement دادن یعنی کپشنینگ تمام شد. یه سری کپشنینگ هایی که انجام شده تو دانشگاه استنفورد، خب استفاده برای استنفورد قاعدتاً از لب خودشون مثال میارن دیگه. جالبه مثلا اگه بخونید مثلا تو پیپل واکینگ اون بیچ وید سورت بورد زوری و آی کات سیتینگ اون سویت گیس اون دی فلور. خوب دونسته کپشن های خیلی قشنگی داره. مایکروسافت هم گفت یه آنلاینش رو داره که ایمیج میدید کپشن میده. البته خب این همیشه پرفکت جواب نمیده، بعضی وقتا گند میزنه. اگه اون دیستریبیوشنی که بهش بر اساس اون ترین کردی با اون دیستریبیوشن ایمیجی که بر اساس اون ترین کردی با اون دیستریبیوشن ایمیجی که بهش میدی فرق داشته باشن هم خب گرم میزن. مثلا A woman is holding a cat in her hand، خب این چون این مثلا دوازش خز داره فکر کرده مثلا گربه هست بگه اشتباهی مثلا چی؟
آره خب نه دیگه اونقدر دیگه هم نمیزنه، ولی خب برای باز اشتباه میکنه دیگه. این میگم چون فکر کرده این لباس خزه چون مثل بدن گربه بوده احساس کرده که مثلا گربه داره. یا اینا همش نمونه هایی از اشتباهاتش. خب این ایمیج کپشنینگ برای سویم کردنش آره نمیدن یا میدن که یه کتاب پروپریسی کردیم یا آدمت این خب این خیلی داستان داره هر یکی بشین اکسانس باید چیز توصیف وجود داشته باشه. خب بیایم بیرون چند تا از این چیزهایی که گفتم رو نشون بدیم. کد نمیذاریم بچه ها کیپ کول باشید. خب اینجا قبل از اینکه بریم توی کار یه لایبرری اومده به اسم جنسیم، حالا نمیدونم در اصل چیه این، برای کار کردن با چیزه ورد تو بک و همون گلا و اینجور چیزا خیلی کار رو راحت کرده، باعث بزرگی میشه ترینینگ رو خیلی راحت انجام داد، ولی چون ما فرصت نداریم توی دوره بررسیش کنیم دیگه نمیرسیم بررسیش کنیم. آها قبل این رو هم بگم بعد کد رو نشون بدیم. اوکی ورد امبدینگ هایی که شما دانلود میکنید یه همچین شکلی دارن اگه txt باشن، خیلی سادن، یعنی واقعا خیلی ساده، فقط ویتاش اومده برای شما گذاشته. مثلا نگاه کنید این ورد امبدینگ یه که به 50 تا دایمنشن تبدیل میکنه، اگه بازش بکنید برای هر کلمه مثلا برای اند و برای دی و فلان یه وزن 50 تایی قرار داده، یعنی این وزنای این ورد امبدینگ هست. اوکی حالا نمیدونم چند هزار تا کلمه، فکر کنم 400 هزار تا باشه، دقیق یادم نیست. برای هر کلمه اومده 50 تا ویتی که داشته رو گذاشته و دقت بکنید وزناشون هم زیاده. مثلا این ورد امبدینگ گلاف برای حالتی که 300 تا دایمنشن داره 1 گیگه، یه فایل txt 1 گیگه. خب چون وزن تعدادش خیلی زیاده دیگه. خب این از اون آنالوژی رو یادتون باشه گفتم وقتی که میان رابطه بومرنگینگ و من رو بررسی میکنیم، وقتی که از گلاب استفاده میکنیم حالت حالتی که دایمنشنش 100 تاست بهش میایم به این که کینگ رو با بومن آزدید، یعنی جمع کن منهای من بکن سیمیلاریتی موست سیمیلارش رو بگیریم با احتمال 76% دیگه که موست سیمیلارش رو بگیریم. یعنی نشون میده که این ورد امبدینگ این در این مورد توی این فایل هم یه دونه سنتیمنت کلاسیفیکیشن فوق العاده ساده است که 10 تا سنتنس بیشتر نداره، فقط برای نشون دادن کار که چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم. اینا لیبلاشن اگه بیادتون باشه تو سنتیمنت کلاسیفیکیشن میبینیم چی میگفتیم، میگفتیم این جمله مثبت یا منفی. مثلا وقتی که اومدم گفته بلدان لیبلش هم ده 1 یعنی مثبت. خب همون بحثه که دفعه پیش داشتیم و داریم، نمیدونم پد کردن سنتنس، توکنایز و وکپ سایز و بلا بلا. فقط این تیکش مد نظره که چجوری بیایم از یه پریترین مدلی که داریم ویتاش رو بگیم. اگه یادتون باشه پریترین مدلی که نشون دادم، اگه یادتون باشه که یه TXTه، این TXT رو باز میکنیم ولیوهاش رو اسپلیت بکنیم بر اساس اسپیس. وقتی که ولیوهاش رو بر اساس اسپیس اسپلیت بکنیم اولیش چیه؟ یادم نه؟ برگش وزنا شده که درسته؟ اینا رو به این ماتریس اضافه میکنیم 400 هزار تا بود اون 100 تایی به این ماتریس اضافه میکنیم با استفاده از این ببخشید تو اینجا به ماتریس اضافه به
دیکشنری اضافه میکنیم و اینجا ازش یک نامپای اری میسازیم. این نامپای اری رو که ساختید، حالا اینو خودتون بخونید، هیچ کاری نداره. میاد میگه ورد و ایندکس رو میگیره، بعد بر اساس اون ایندکسی که داره توی اون نامپای جایگذاریش میکنه. چون دیگه توی نامپای وزنی که من میخوام به ورد امبدینگ بدم که کلمه که نمیتونم بدم، باید ایندکس رو بدم. ایندکس رو میاد از توکنایزر میگیره، جایگذاری میکنه. وقتی که ویتا رو درست کردید، وقتی میخواید برید امبدینگتون رو بسازید، یعنی از پریترین مدل استفاده بکنید، فقط میایید به ویتا میگید که چی امبدینگ میتریکستون رو معرفی میکنید، بعد ترینبلش هم فالس میذارید، یعنی میگید که من نمیخوام این امبدینگ من ترین بشه. یعنی تا تفاوتی که با مدل قبلی داره اینه که من میام امبدینگ رو خودم بهش ویتاشو میدم، ویتا رو من کجا برمیدارم؟ از این مدل پریترین دارم، بعد دوباره ترین دیگه بقیهش مثل همون حالتی رو که داشت. ترینه بدهش رو میتونید ترو بذارید که متاسف با اون کانتکستتون چیز بشه، فامیل تیم بشه، که اونم بستگی به خودتون داره که میخواید کار بکنید. خب اینم در مورد این. یک کد ایمیج کپشنینگ هم اینجا هست که واقعیتش اگه بخوام توضیح بدم باید یه جلسه اینجا بمونیم، خیلی زیاده. بیشتر هم پری پروسس کردن داده است که نشون بده داده ها چجوریه. سورس کدش هم گذاشتم براتون که با توضیح اون دوستمون یاد ساتی رو انجام داده با توضیح کامل، میشین اونجا برید توضیحاتش رو ببینید که چجوری پری پروسسینگ باشه انجام میده اگر دامن بشه. خب برگردیم تو اسلاید ها. تا اینجا سوالی دارید در مورد چیز یا بریم تو بحث شیرینه؟ نمیدونم، من خودم اصلا چیز نیستم، اینا رو کار نکردم، خیلی کم کار کردم خودم. زبان فارسی نمیدونم، والا به ما دو سال پیش یکی از دوستان گفت که دارن روی استاپ برداشت کار میکنن، من خودم یه پیگیر نشدم، نمیدونم انجام شده نشد. برای یه سری کارا کردن دیگه، الان ریکامندر سیستم های فارسی قاعدتا یه سری کارا کردن که از روی کامنت ها دارن یه سری حرکات میزنن، ولی این که در چه حد باشه کارشون نمیدونم. برداشت زبان یه اپ تجاری واسه اوسیاد با همین دیپ دادن با. برای چه زبانیه؟ فارسی بگو. اوسیاد اکسو دست خط میده. دست خط میده؟ آره دیگه، اکس هم دیگه کتاب مثلا. آره دیگه اون گوگل که داره اینا واسه فارسی هم فارسی شیم؟ خوبه. پس میگم من خودم تو چیز نیستم، یعنی تو این حوزه نیستم. 4 5 سال زیاده برمیگرده قبل از اسمش چی ببین قاعدتا کار سختیه اینجور کارا، چون هیچ چیزی ندارن دستشون، خودشون باید بیان پیاده سازی بکنن. مثلا ایمیج کلاسیفیکیشن و اینه اوکی، ولی تو این NLP برای فارسی واقعا داستانش سخته. عربی مثلا مدلای عربی اونا من یه کاری کردم تو این جدی؟ نمیدونم، من اطلاع ندارم. من اطلاع ندارم، باید خودتون مثلا برید بچه شریف ببینید مثلا تو کانالاشون چیزی میذارم یا نه، کاری کردن یا نه. من خودم زیاد کار نکردم. فایرفاکس هم داشتید کار میکردم برای فارسی؟ فایرفاکس واسه یه تشخیص صوت یه برنامه گذاشته بودن که هر کی میتونست بده مثلا در هر زبانی که بلده یه جمله مثلا میگفت و تایید میکرد، لیبل میزنید. آها اوکی. اون روز زیاد بحث دیتاست خیلی مهمه دیگه، داشتن دیتاست جمع میکردم. مثلا این ایمیج کلاسیفیکیشن رو واقعا ایمیج نت عملا زنده کرد، ایمیج نت نبود شاید به اینقدر پیشرفت نمی‌کرد.